زیرا مبارزه در راه این ارزش ها فراتر از مرزهای قومی، قبیلوی، حزبی و منطقه‌ای است و شیر مردان و شیر زنان از همه ملیت های ساکن کشور، هم از پشتون، ازبک، تاجک، هزاره، قزلباش، ایماق و دیگران، تمامی داشته هایشان را در این راه نثار کرده اند. آره، مبارزه با دیکتاتوری، ستم، تبعیض نژادی، زورگویی، بردگی و استعمار ارزش‌های عام و جهان شمول می باشد که همه بشریت در این راه مبارزه نموده است و تقارن 16 سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری با خیزش‌های آزادی خواهانه در کشورهای عربی و شرق میانه بیانگر این حقیقت است. خواهران و برادران گرامی، عزار محترم، 16 از آن روز غمبار و خونین که رهبر شهید ما و یارانش و دست گروه طالبان، این منادیان دروغین آزادی و استقلال کشور، ناجوان مردانه و برخلاف تعهد و پیمانهای قبلی به شکل فجیعانه به شهادت رسید مگذرد. در طول این 16 کشور عزیز ما افغانستان آبستن تحولات و دگرگونی های عمیق سیاسی، نظامی و اجتماعی بوده است. شاید آن روزی که رهبر شهید ما مزاری به دست این گروه به شهادت رسید، جامعه بین المللی، حلقه های داخلی و حتی اکثریت افکار عمومی در داخل کشور ما با دید بسیار خوشبینانه نسبت به طالبان می نگرستند و آنان را ناجیان کشور می پنداشتند. اما گذشت زمان چهره واقعی طالبان را به نمایش گذاشت. این گروه در زمانی که حاکمیت را در افغانستان به دست داشتند، نه تنها ملت مظلوم ما را به گروگان گرفتند و آنها را از تمام حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعیشان محروم ساختند، بلکه کشور ما را لانه تروریسم بین المللی و عربهای افراطی ساختند که در سالهای آتی صلح و امنیت جهانی را به خطر مواجه ساخته و زمین ساز حادثه 11 سپتامبر گردیدند. همانطوری که سیاستهای خام و ناسنجیده طالبان در حمایت از تروریست‌ها عکس‌العمل جامعه بین‌المللی و در پیشاپیش آنان ایالات متحده آمریکا را در بر داشت، طالبان با نادیده گرفتن این واکنش ها و به اعتنایی به اخطارهای قبلی که به طالبان فرصت کافی میداد که حسابش را از تروریست های افراطی جدا سازد، متاسفانه کشور ما را درگیر یک جنگ ویرانگر دیگری نمود که تلفات و خسارات جبران ناپذیری را بر کشور قبلا ویران شده ما وارد نمود که تا امروز ادامه دارد و هر روز قربانی های بیشماری از مردم مظلوم و بیچاره ما میگیرد. از یک طرف عملیات های ائتلاف بین المللی باعث میگردد که افراد بی‌دفاع ملکی هدف قرار گرفته و قربانی گردند و از طرف دیگر گروه طالبان که به هیچ وجه توانایی رویارویی و مواجهه با نیروهای ائتلاف بین المللی را ندارند، اهداف ملکی و اهالی بی‌دفاع و مظلوم را آماج حملات ضد اسلامی و ضد انسانیشان قرار می‌دهند، آن هم به شکل بسیار عریان و وحشیانه. خواهران و برادران عزیز، آنچه که در این مقطع زمانی بیش از پیش مایه نگرانی قاطبه مردم افغانستان و جامعه مدنی آن می باشد، موضع بسیار انفعالی و ضعیف دولت ما در قبال طالبان می باشد. در حالی که طالبان تا کنون هیچ تمایلی برای مذاکره و گفتگو ابراز ننمودند
متاسفانه دولت افغانستان از موضع بسیار ضعیف تلاش دارد تا به هر قیمت شده با طالبان وارد معامله گردد. این سیاست های مماشات آمیز دولت در قبال طالبان دستاوردهای ظاهری را که جامعه افغانستان و مخصوصا اقلیت‌های قومی، زنان، روشنفکران و دیگر اقشار اجتماعی در 10 سال گذشته به دست آورده با مخاطره مواجه ساخته و هیچ ضمانتی وجود ندارد که این برادران ناراضی و تمامیت‌ها به جز از بین رفتن تمامی این دستاوردها و تسلیمی بدون قید و شرط ملت افغانستان به چیز دیگری راضی گردند. برادران و خواهران گرامی، حضار محترم، در گرد همایی امروز ما ابعاد مختلف زندگی و مبارزات پیشوای نهضت عدالت خواهی و منادی وحدت ملی رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری در دستور کار قرار دارد و برادران و خواهرانی که بعد از من صحبت می نمایند که هر یک بنوبهشان داشته هایشان را به این مناسبت تقدیم می نمایند. بنده برمایندگی از ستات برگزاری 16 سالگرد شهادت استاد شهید تشریف‌آوری شما عزیزان را خیر مقدم گفته و مطمئن هستم که نشست امروزی ما با روحیه همدلی و هماهنگی که در شما شرکت کنندگان عزیز وجود دارد کار خود را با موفقیت به پایان می‌برد. توقع ما از تمام سخنوران محترم این است که لحن و بیان صحبت‌هایشان سازنده بوده در جهت ایجاد روحیه و اخوت و برادری بین تمام اقوام و ملیت‌های با هم برادر افغانستان و جستجوی راه‌های بیرون رفت از معضلات و مشکلات کنونی باشد. بسیار زیاد تشکر. روحی تو چشمه‌ایست که در خاک جاری است. روحی تو چشمه‌ایست که در خاک جاری است. روحی که خاک در جریانش بهاری است. تو کیستی که وسوسه‌های نگاه تو چون آسمان در آینه و آب جاری است. از انعکاس چشم کی آبیست آسمان این رنگ چشم کیست که این گونه ساری است؟ با تشکر از آقای عبدالستار فروتن و حال نور محمد نیازی سکرتای اول جانبار کنسلگری جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آورده پیامشان را در حضور شما قرائت خواهد نمود. از آقای محمد نیازی خواهش میکنم تشریف بیارم. حضار گرامی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و احترام خدمت شما عزیزان گرامی و درود بر روی پاک شهدا که با شهامت و دلیری در جهاد مقدس برای دشمنان خاک آزادی جانهای شیرین خویش را فدا نمودند و سعی نمودند تا وحدت یک پارچگی و همبستگی را میان اقوام و ملت‌های مختلف کشور ایجاد نمودند. و جان باختگانی که آرزوی افغانستان یک پارچه مترقی و انکشاف یافته را داشتند، چون استاد شهید مزاری، شهید امام‌جان مسعود، شهید عبدالحق، شهید عبدالقدیر، شهید افضلی، شهید صفی الله و سید امام‌جان، طوری که می‌دانید امپراتوران بزرگ جهان که افتاد در قلمروشان غروب نمی‌کرد، زمانی که پا در خاک ما گذاشتند با مقاومت سرسخت مردم قهرمان ما قرار گرفتند و چنان به شکست مواجه شدند که نه تنها از قلمرو کشور ما خارج شدند بلکه سرزمین‌های دست داشته چشم را نیز از دست دادند.